بنده کسرا هستم، از لواسان زنگ میزنم. بفرمایید، خواهش میکنم. از کنم حضور شما، ما در همسایگی آقای صحابی زندگی میکنیم. آها، بله بله. و خدا رحمتش کنه. ما در این تشییع جنازه شرکت داشتیم که در همان زمانی که این جیانی های رژیم حمله کردن که تابوت رو بگیرن، ما مقاومت کردیم و دنبال آمبولانس رفتیم که این تابوت رو کجا میبرید، بذارید ما تشییع جنازه انجام بدیم. این وظیفه هر کسی، حتی خودشون که ادعای مسلمانی میکنن، مگه تشییع جنازه مسلمان رو باید اینجوری باید رفتار کرد؟ که عرض کنم حضورتون، ما اومدیم که بریم دنبالشون، یه سری از این امنیتی ها به ما هجوم آوردن که من خودم تونستم که از دستشون بگریزم و به طرف خانم اسفندیاری برم که دیدم ایشون رو زیر ضرب و شتم شدید گرفتن و همون حین که با مشت زدن تو سینه‌اش، که هیچ کس این گزارش رو به شما نداده، باید بدونید که ایشون که افتاد بعد از این مشت، در حالی که رو زمین افتاده بود، به شوک الکتروشوک بهش وارد کردن که من دیدم با یه باتومی که سرش شوک الکتریکی داشت، که من در طوری که دیدم این مثل که 100,000 ولت به بدن ایشون وارد کردن، که من دیدم وقتی که این شوک گذره در این دهان ایشون کف آمد. چی آمد؟ کف. آهان، کف کرد دهنشون. بله قربان، دهنشون کف کرد و دیگه هم تکونی نخورد. یعنی تا موقعی تا قبل از این که این مشتو بزنن، فقط ایشون افتاده بود آه میکشید از درد، ولی وقتی که این شوک رو بهشون وارد کردن، ایشون شروع کرد دهانش کف کردن، که این برای من علامت مرگ بود. عجب. و اینا که میگن بردنش بیمارستان و فلان و نمیدونم، ببخشید آقای من میفهم. اصلا یه صحنه باور نکردنی بود. عجب، ببخشید گریه من. نه میفهممت برادر من، انسان هستی، شریف هستی، همدرد هستی، میفهمم. بعدش هم که ببخشید من ادامه بدم به صحبت. بله بعدم که من اومدم اعتراض بکنم که چرا با این شوک به این خانم 56 ساله حمله میکنید. ما که کور نیستیم، داریم میبینیم. یکی از بچه ها اتفاقا با موبایلش نمیدونم تونست موفق بشه، دیدم به طرف این صحنه گرفته بود، که امیدوارم ضبط کرده باشه و توی اینترنت قرار بده، تو یوتیوب قرار بده، که تمام دنیا ببینن که با شوک و با این حمله الکترونیکی این خانمو کشتن. بذار همه بفهمن. امیدوارم که این جوانو من نمیشناختم، اونم توی همین مراسم بود، پشت سر من وایساده بود، که بعدن که من این صحنه رو اعتراض کردم، منو گرفتن با دستبند بردن و الان 3 ساعت از اوین اومدم بیرون. عجب. من جز اون 10 بازداشت شدگان بودم که دیگه بردن ما رو همیشه. میگم از اون مراسم، از ساعت مراسم تا الان من یک دقیقه نخوابیدم، که بعد از ساعت تقریبا میگم 3 ساعت پیش گفتن برید، ولی بهتون هشدار میدیم با یه همین لحنی با ما صحبت کردن، چقدر بده بیدا با ما گفتن، با یه لحن خیلی، چی بهتون بگم، یه لحن واقعا فحاشی. میفهمم. گفتن اگه دوروبر منزل صحابی ما رو، گفتن خب من اونجا خونمه، یعنی چه شما میگی دوروبر خونه صحابی؟ من اونجا خونم بوده، من کجا برم؟ و حق نداری خونتون برید. با همین لحن به ما گفتن حق نداری خونتون، حق ندارید برید. اگه ما تو فاصله 5 کیلومتر شما رو ببینیم بازداشت میشید دوباره. چرا مجبور شدم بیام خونه یکی از فامیلام تو کرج، در مهشهر کرج، فعلا باید ببینیم چی میشه. حالا ما که نمیتونم برگردم. لواسان همینجور، فامیلام گفت لواسان پره، چه لواسان کوچک چه لواسان بزرگ، همینجور نیروهای امنیتی رو گریختن، هم دوروبر قبرستون، دوروبر بیمارستان.
بله آقای رحمانی، بله شما که خبر نداری، شما که نیستید اینجا ببینید این اوضاع و این احوالو. بله میفهمم، چه دردناکه. من خواستم اینه شما در جریان باشید که این مزدوران فقط با یه ضربه نبود، بعدش هم شد که الکترونیکی وارد کردن. شما باید به این هموطنان عزیز باید بگویید، اینا باید بشنون. من به خاطر همین زنگ زدم که بشنون. خوب کردی، خوب کردی. اینا باید بدونن که این جانیا دارن چیکار میکنن، و باید مردم بدونن که زن بعدی میتونه خواهر خودشون باشه، میتونه مادر خودشون باشه. نباید بذارید اینا همین جور هر جور خواستن رفتار بکنن، همین جور کشت و کشتار بکنن. نباید خاموش بشینن. خاموش بشینن یه همین بلا هم یه روزی به سر خواهر مادر خودشون خواهد آمد. اینو باید بدونن. نگه صحابی به ما چه یه غریبه بوده. ببخشید من کارتم تموم شد.